اللهم صل علی محمد و آل محمد و بالله الله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران عزیزم خب هم تو که وعده کرده بودیم قرار بود یه جلسه پرسش و پاسخ داشته باشیم به صورت زنده و به سوالات شما عزیزان در رابطه با انتخابات پیش رو تا جایی که سواد بند قد میده پاسخ بده خب سوالات رسیده زیاد هم هست حالا که ما تا جایی که بتونم من خدمتتون ارزم کنم پاسخ بدم و بدون فوت وقت هم اجازه بفرمایید بحث رو شروع بکن بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله ببخشید استاد عزیز می‌خواستیم اگر این داستان اصله و صالح رو تاکید بیشتری بکنید و خب این سوالی الان یه بحثی در واقع پیش اومده من نمیخوام خیلی به این دامن بزنم خودم و بی خودش بپردازم من توی توییت هم زدم گفتم فقط یک احمق میتونه بین آیه رئیسی و جلیلی دو قطبی بسازه خدا به بعضی از انقلابین ما عقل انایت بفرمود خب این در مورد اولا فکر کنم با همین توییت هم من مدت قبل جواب دادم اما در مورد اصلاح و سالم من یه نکته رو اول عرض بکنم خدمتتون ببینید اولا هر کدام از این عزیزان رئیس جمهور بشن هر کدام از این هفت نفر خب رئیس جمهور بشن هیچ فرقی برای بنده نمیکنه یعنی برای شخص رائفی پور هیچ فرقی نمیکنه یعنی اینکه فکر بکنی مثلا من وارد دولت میشم نمیدونم من زینف هم. من نمیدونم یه بحثای اینطوریه به هیچ وجه منال وجود مگر تو دولت های قبلی مگر تو دولت احمدی نژاد ما کاری بودیم مگر تو دولت های روحانی کاری بودیم نه خیر من بنام رو بر این گذاشتم که تو این مجموعه که دارم بیرون از حاکمیت باقی بمونم بیرون از دولت ها باقی بمونم و کارم رو انجام بدم الا اینکه یک روزی واقعا احساس بشه که من اونجا مفیدترم خب اون هم بالاخره یک احتمالی هر موقع فراهم باشه هر جایی لازم باشه اصلا چه میدونم ما بلنشیم بریم بلکینافا بولکیناف... سواپا میشه میریم خب هر چیزی که لازم باشه برای <تصفح> مملکت و برای کشور برای منافعمون برای انقلاب برای مکتبمون این از این جهت به خدمتون عرض بکنم تو این انتخابات انتخاباتم یه جوری شده که یه خورده من احساس میکنم بچهای انقلابی دارم <تصفح> پر پای هم میپیچن. و بعضا حالا بعضی از نظراتشون رو میخونم توییت رو میخونم یه جایی مثلا اگه نظر گذاشتم میخونم خود واقعا دلم میسوزه و آزرد خاطر میشم از این درجه از ناپختگی خورده در که